بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تیوی، اجازه میدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی به شما سلام کنم و درود بفرستم به ایرانیان سراسر جهان. از استودیوی بازگشت میدیا در خدمتتون هستم. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان، همطور که اطلاع دارید ما چند روزی هستش که به وطن خوب و عزیز برگشتیم و یه چند روزی دچار حوادث همون تغییر آب و هوا و اینا یک کمی مریض شدیم فلان، و خوشبختانه اینجا با توجه به دارو و درمان و دکتر با کمترین هزینه خدا رو شکر که الان برگشتیم به حالت عادی تقریبا. قبل از اینکه بپردازم به خبرها، ابتدا میخوام خدمتتون بگم که ما از وقتی که وارد ایران شدیم یه بچه شیعه رو ختنه کردیم. البته من خودم نهایی واقعیته. دوستان، یک خانواده ما در شیراز تقریبا یک سال خورده ای هستش که اینا را اسپانسر کردیم با کمک ایران دوستان. این خانواده، پدر خانواده بر اثر کرونا فوت کرد و مادر هستش و با دو تا بچه. ما اینا را حمایت کردیم تا الان. بعد قبل از اینکه از باستون بیام، مادر بچه اطلاع داد که این پسر بچه 4-5 ساله هنوز ختنه نشده، این واقعیته. بعد خلاصه میدونی که ایران دوستام که عاشق اینجور چیزا هستند که کمک کنن، به هر حال موافقت شد و گفتیم باش. با یه دوستی در شیراز تماس گرفتیم که هماهنگ بکنه، آقای نجفی، که لطف کردن هماهنگ کردن، بچه رو بردن. دیشب به من اطلاع دادن که بچه ختنه شد، همه چی عالی. بعد گفتم پس هزینه رو بفرستید، چون دوستان منتظرن که هزینه ها پرداخت بشه. آقای نجفی گفتن نه، هیچ هزینه ای نداره و فلان. البته با آقای نجفی باید بگم ضمن تشکر از این دوست نازنین که همیشه برنامه های ما را دنبال میکنن و حمایت میکنن، نه آقای نجفی لطف کنید هزینه رو بفرستید. دوستا اوردی موافقت شده و هزینه اینا، اینی که شما زحمتش کشیدید این کارو کردید، ممنون و سپاسگزارم. برای دوستان ما از این کارو میکنیم دیگه، حالا هر کی برای به ختنه احتیاج داره با ما تماس بگیره. نه، البته این کیس استثنائیه. میدونید که یه ایران دوست خوب عزیز، مدیر آلفا سکیوریتی در لندن، که من از حالا بهشون سلام میکنم، این خانواده را بیش از یک سالی که هر ماه یه هزینه براشون میفرست. جناب مدیر کل آلفا سکیوریتی، ما میران هستیم، مثلا هر جا میریم خرید کنیم گرونه، باورت میشه؟ ما رفتیم آلبالو بخریم دیروز، باز با این مغازه که شوخی میکنیم و میگه پولتون نقد تا قیمت به شما بگم، آلبالو کیلویی 65,000 تومان. البته نوبره ها، آلبالو هم چیز واجب نیست که هم بخوره. ما چون ندید بدیدیم، تازه از خارج اومدیم، گفتیم حالا بگیریم بخوریم و خیلی هم خوشمزه بود. یه چیز خیلی خوب ایران دوستا، دوستایی که میخوان بیان ایران توجه بکنن، با تمام این چیزایی که هست، شما اینجا هر چی میخورید مزه واقعی داره، چون همه چی روی درخت به عمل میاد، روی درخت میرسه و مزهشو حفظ میکنیم. مثل خارج نیست، تو امریکا این همه میوه اینا، ما هر سال هاستی که ما اونجا هستیم به خاطر مسائل تجاری و بزنس و اینا، میوه ها را کال میکنن، سپری میکنن، هزار بلا سرش میادن. قیافه اینا عالی ولی هیچ مزه نداره. به قول خود حتی کارشناسان به حساب مواد غذایی طبیعی، میگه اینا ویتامین پیتامین هم ندارن. واسه همین خیلی از مغازه ها به ارگانیک رو آوردن. ارگانیک هم خیلی گرونه، هر کسی نمیتونه سبزی و میوه ارگانیک بخره. پیداد مخصوصی که پول دارن میتونن، آدم عادی نمیتونه چون گرونه. بعضی موقع میبینیم که قیمت ها در بعضی جا حتی دو برابره. ولی در ایران
شما هر چی میخری میخوری مزه واقعی همون هم هست. از البته ما که فعلا این دو سه تا چیز از هندونه و طالبی و ولی هنوز به مسئله گیلاس نرسیدیم، چون نمیخوام از گیلاس صحبت کنم، اون بچه یهودی در اسرائیل کمی حسودیش بشه. صحبت با دو سه تا خبر خوب دارم براتون دوستان. خبر خوب که یعنی خبری که دارم مطالعه میکنم، اولا خیلی جالبه، نه بذار از آقای بایدن بگم چون من دموکراتم، باید هوای آقای بایدن رو داشته باشیم. آقای بایدن به مناسبت 45 سالگرد ازدواجش با خانم دکتر جیل بایدن، اینا اومده بودن دالاور. آقای بایدن اهل دالاوره، دالاور با واشنگتن اگه با ماشین بخوای بری یه ساعت نیم دو ساعت بیشتر فاصله نداره، چون من همیشه با قطار میام از بوستون، وقتی از دالاور میرسیم میگیم خب پس یه ساعت نیم بیشتر نیست که سکای بعدی مریلنده، بعد وارد واشنگتن میشی، واشنگتن دی سی پایتخت منظورم. حالا ممکن از دوستان میگه آقا اینه به ما مربوط نیست. چرا؟ ما به ما مربوطه. اگر مربوط نبود تلویزیون ایران دیشب نشون نمیداد من اینجا بودم. آقای بایدن رفته بود که اونجا 45 سالگرد ازدواج خودشو با همسرش جشن بگیره. خلاصه اینا گفتن که حالا که جشن و فلان، آقای بایدن خواسته که دوچرخه سواری کنه که هم ورزش باشه و هم دور بزنه به محل اقامت و زندگیش دیگه. آقای بایدن سالها میدونه سناتور از ایالت دالاوره. بعد خلاصه سوار دوچرخه میشه، بعد یه ده از طرفدارانش نزدیک آب بوده ابراز احساسات میکنن، ایشون یه پدال میزنه که بره طرفی، اونها وامیسه که بیاد، میدونه که میفته زمین، بعد میگه پاش گیر کرده رو پدال. ممکنم باشه، ولی خب برای آقای بایدن نزدیک 80 سالشه. بعد آقا این شده داغ‌ترین خبر رسانه‌های جمهوری خواه، فاکس اینو چند بار نشون داده، روزنامه‌هاش فلان، و حتی تلویزیون کانال 2 بود اگه اشتباه نکنم دیروز نشون میداد که بله آقای بایدن اینجوری افتاد و فلان. البته این تصادف دیگه، البته درسته که آقای بایدن سنش بالاست، ولی ممکن من 1000 نفر این نگاه کنه آدم های جوان فلان دوچرخه هست دیگه میفته فلان، ولی خب سیکرت سرویس اطرافش بودن و برش داشتن. خلاصه ما هم اعلام کردیم به بچه ها که آقا ایرانیان، ایران دوستان دموکرات مقیم امریکا، بیا با هم جمع بشیم برای آقای بایدن یه سه چرخه بگیریم دیگه، هیچ وقت نیفته سه چرخه، هر جا وایسته همونجا وامیسته دیگه و ورزش هم میکنه زمین هم نمیفته. این جریان دو چرخه هم بهتون بگم، یادتون باشه آقای بایدن میخواسته از لندن دیدن کنه این نخست وزیر هاپولی انگلیس آقای جانسون، اینم اصرار داره همه جا با دو چرخه بره دیگه، مثلا طرف داره محیط زیست و ورزش و فلان و اینجور چیزاست. بعد یه دوچرخه براش دستور میدن که کمپانی نیوجرسی که اونجا دوچرخه‌های آنچنانی میسازه درست میکنن که با خودش ببره براش هدیه. بعد اعلام کردن که این دوچرخه 6500 دلار قیمتش. آقا تا اینو گفت همه جا گفتن آقا ما با این وضعیت اقتصادی امریکا همه چی به هم ریخته، مردم نمیدونم بعضیشون خرابه، تورم، اقتصاد فلان، چرا 6500 دلار؟ مگه پول از کجا آوردیم؟ آقا بس که از آقای بایدن و تیمش ایراد گرفتن، بالاخره اومدن قیمت واقعی رو اعلام کردن. آقا اولا این دوچرخه 1300 دلار برای دولت بایدن تموم شده، منتها ویژگی هایی که در این دوچرخه هست درست کردن، اگر در بازار آزاد این کمپانی اونو بذاری برای فروش 6500 دلار میشه، ولی ما 3300 تا بیشتر ندیم، باعث شد که قیمت معمولیشو بگن. به هر حال من اون کمپانی دو شرقه رو میشنازم، حالا اگه دوستا موافقت بکنم ما درخواست کنیم که آقای بایدن بعد از این اگه ما باید سه چرخه بگیریم هر جا میخوای ورزش رو جایی بدی با سه چرخه برو دیگه، مورد انتقاد این همه جمهوری خواهای تندروی نجات پرست قرار نگیری.
این خلاصه پیشنهاد ماست دیگه. اما مثلا یه چیز دیگه، ببین تظاهراتی که در ایران بود مال معلم ها، اون معلم ها حق دارن دیگه، مثل سایر کشور ها تظاهرات میکنن برای حقوقشون، میخوان حقوقشون رو ببرن بالا، میگن کمه فلانه. معلم ها من شنیدم 5-6 میلیون نفری تا 8 میلیون هم حقوق میگیرن. البته خب این در بازار فعلی و قیمت ها خب اونا حق دارند و دوست دارن که خب حقوقاشون بالا باشه، میفهمم، ولی خب بودجه دولت هم باید اجازه بده دیگه. خلاصه این تظاهرات آنچنان تو این شبکه های ایران سیتی صبح تا شب راجع به این حرف میزن. خب الان دوستان میخوام بخواهد به شما بگم در اسرائیل از امروز خب تمام مدارس معلم ها همه اعتصاب، صحبتشون هم همین، بیرون حقوق ما کمه، قرارداد میخوام ببندن، دولت حاضر نشده اون چیزی که اونا میخوام بدن، بالاخره سر کلاس نرفتن. الان اسرائیل تمام خانواده ها به هم ریختن، همه اومدن داد و فریاد که اگر نفتالی و نمیدونم اون یکی لپت و همچنین لیبرمن که وزیر حساب خزانه داری اسرائیل، خودم از یهودی های روستواره، میگه و اگر اینا به زودی تصمیم نگیرن اینها هم باید برن مثل اونا بیکار بشن. یعنی چی؟ رأی نمیارن دیگه در مجلس. ولی اینو من جای دیگه هنوز ندیدم، فقط یه تیتر کوتاه در رویتر دیدم و اسوسییتد پرس هم همین تیتر کوتاه که از امروز تظاهرات، جروسلم پست هم یه تیتر کوتاه اون خو یکی که مفصل‌تر نوشته چون اطلاعاتشون بیشتره همین. ولی این شبکه ها من نیده، من رو صبح بی بی سی هم چک کردم چون از صبح زود بیدار میشم، بی بی سی رو چک کردم، شبکه های ایران سیتی دیگه هم چک کردم، ابدا این کارو چون اونجا مهم نیست، اونجا تظاهرات اشکالی نداره، اعتصاب اشکالی نداره، ولی در ایران که بشه نه دیگه، خیلی بده، این دولت باید بره. امروز اتفاقا بی بی سی خیلی خنده دار، من هم صبح برنامه رادیو بی بی سی را گوش کرده باشین، دیگه این یکی رو واقعا بهشون جایزه داد. یک دونگی رو از واشنگتن آورده بودن، همدم نیکاهنگ کوسر چیه که مثل اینکه کاریکاتوریستی، حالا شده کارشناس محیط زیست. باید به آزیتا شوازن بگم که هر مشکل محیط زیست داره چون بغل گوش آزیتا زندگی میکنه. این اومده بود راجع به آب در ایران، کمبود آب صحبت میکرد، میگو اگر آب دموکراتیک نباشه در ایران مسئله حل نمیشه. من واقعا دوستان دیگه شوخی نمی کنم، برین چک کنید، من در مورد دموکراتی خیلی چیزا شنیدم، خودم موز به دموکرات امریکا هستم، ولی در مورد آب دموکراتیک تا حال نشنیدم. میگو آب هم باید دموکراتیک باشه در ایران. خب بفرمید، واژه های جدید یاد میگیرید. اما آخر مطلبم خدمتتون بگم این خیلی جالبه، از وقتی که ما از امریکا بیرون اومدیم امریکا به هم ریخت. خب دکتر فاکی که به همه میگفت دیگه چجوری از خودتون مراقبت کنه، واکسن بزنه، فلان، کووید 19 نگیره، خب ایشون که خودش کووید 19 گرفت. بعد اولین چیزی که همیشه میگن آره ایشون کووید 19 گرفته ولی به رئیس جمهور نزدیک نبود. آخیرن خیلی خدا رو شکر که آقای بایدن در امان. حالا امروز یه دفعه کاخ سفید اعلام کرد، یعنی دیشب دیگه، امروز صبح تهران، دیشب واشنگتن دی سی، که بله جیک سالیون هم کووید 19 گرفته. بازم خبر تیتر بعدی این بود که بله جیک سالیون در چند روز اخیر به رئیس جمهور نه، یعنی در نزدیکی رئیس جمهور نبوده. خب خدا رو شکر. بعد جیک سالیون باید فعلا بره کارانتینه و معالجه تا حالش خوب بشه. جالبه که همه اینها واکسن، سه تا واکسن هم زدن ها دوستان، مخلص شما اینجا نشسته واکسن هم نزده. فقط قبل از اومدم به اینجا با هواپیمای ترکیه ما همون تست سی پی آر داریم، همون که همه منفی بودند و واسه هم اجازه پرواز دادن. بنابراین اونایی که واکسن هم زدن کووید 19 هم گرفتن، میگن اگه نزده بودن وحشتناک میشه. حالا نمیدونم فرقش چیه، ولی خب
سعی کنید که نگیرید، ولی ما هنوز دوست ها هر جا هستیم فاصله ها را سعی میکنیم حفظ کنیم، نظافت همه این رو باید رعایت بکنید دیگه. این برای نظافت خودتون هم خوبه. در ایران هم که ماشاءالله همه چی طبیعیه، ولی در ایران میسین که دیگه از کووید هیچ خبری نیست دیگه، همه چیزای عادیه تو دوربر ما دیگه تو خیابونیم. ولی من تمام جای ایران نگشت، فقط آقای حرکودی شب باید صحبت میکردم گفت این برانبر نفتی، گفتم ما تازه از این سرماخوردگی به قول معروف جان سالم به در بردیم و هنوز جایی هم نرفتیم. ولی خب دم آقای حقو کرد که خلاصه فعلا استودیو رو جمع جور کرد، خلاصه در اختیار ما گذاشتم. ما همه چی الان به قول بچه ها توپ توپ، نگران نباشید. این سخنرانی پوتین هم خیلی جالب، اینو بهتون بگم. میدونید که در پیترزبرگ روسیه یک کنفرانس اقتصادیه گویا سالانه انجام میشه، اینو در مقابل داووس درست کردن، داووس سوئیس که کشورهای غربی اونجا جمع میشن و تعیین تکلیف میکنن برای بقیه. حالا پوتین سخنرانی کرد، میگه این امریکایی هی به همه میخوام بگن که آره جنگ اوکراین باعث شده این همه تورم، بیکاری، قیمت ها رفته بالا فلان. گفت اینها دروغ میگن و نمی روشون نمیشه بگن که آقا قدرت امریکا داره بین میره، یعنی اینقدر کم شده در حال از بین رفتنه، اینقدر که اینا پول چاپ کردن دادن دست مردم تا رو خودشو نجات کردن. بنابراین اون موسا هم گفتن و هر کی از ما نفت میخره، بنزین میخره با همون قیمت قبلی میره، تا باید پول روسی به ما بدن، روبل بدن، هر کی روبل نمیده به قول مشکل خودش. حالا ما آقای بایدن ها، این خیلی جالبه دوستان، آخه همه هم من میپرسن که آخه ما نمیدونیم که امریکا یا ایران چه دشمنی با امریکا داره. گفتم بابا ایران هیچ دشمنی نداره، امریکاست که میخواد همه چی رو کنترل کنه و ایران این اجازه نمیده. و اگه دوستان نمیدونن کافیست که نگاه کنن به ونزوئلا دیگه. ونزوئلا که مسلمان نیست، خب همه‌شون هم مسیحی هن، کاتولیک هن. اونجایی که زنا به هر شکلی که آزادن هر کاری میکنن، مشروب هم که هستش، بغل گوش امریکا هم هستش. خب امریکا چه دشمنی؟ اونا که به قول معروف در خود ونزوئلا هیچ مشکلی با امریکا هم ندارن، چون یه شرکت نفتی در امریکا تصمیم گرفته که آقا اینها باید نفتشون رو ما کنترل کنیم. من برادران کوک همونی که اسپانسر پامپیوز، بنابراین اونا حالا آقای بایدن چون به نفع احتیاج دارن گفتن ما اجازه میدیم نفتشون رو میتونن بفروشن حالا به اروپا. بعد که حالا هم توی تندروهای امریکا میگه چی شد دولت مدرنا، ما همیشه این مدرنا میگم، دوستان من رو خیلی کرک کردن، حالا آقای مدرنا اومده ایران، برگشته با ایران هم مشورت کرده، کشتی نفتکش هم خریده و آقای بایدن گفته حالا میتونن آزاد نفتشون رو بفروشن چون الان نیاز دارن دیگه. یعنی منظور من اینه که موضوع کنترل کشورهاست دوستان، دشمنی که ایران دشمنی نه، اونم میخواین ایران مثل قدیم باشه، ایران هم میشه خب قدیم با ما انقلاب کردیم دیگه، اگه میخواین نفت بخریم مخلصیم، نفت هم میفروشیم. ولی اینکه به ما بگی چیکار کنیم چیکار نکنیم، اون دیگه 42 سال پیش تموم شده. خلاصه الان دیگه دستور دادن اون نفتشون هم دارن آزاد میفروشن و اتفاقا احتیاج هم دارن، چون بده الان کشورهایی که اونو به اونا بده کاره میگه خوب بده کارشون رو میرن دیگه راحت. الان هم ممکنه قیمت نفتم بیاد پایین، آقای بایدن هم میاد میره عربستان سر همین جریان نفت که اگه بتونه به عربا بگه الان موقعیتی نیستش که زر بزنید، بذارید تولید نفت رو ببریم بالا. ولی اونا هم طرفدار روس هم میگن ما تولید نفت رو ببریم بالا، نمیخوام قیمت بیاد پایین که ما پول داریم در میاریم. خلاصه یه همچین کشمکشی هست. ولی دوستان آنچه که مهمه، ایران در بهترین شرایط. من به شما فقط تنها مشکل ایران بارها گفتم همین گرانی هاست. دولت باید خودش مواد مورد نیاز رو خودش خریداری بکنه، با همون قیمت هم به مردم بده، راه دیگری نیست. جلوی دزدا رو باید گرفت، چون اگر این مسئله حل نشه ایران از این بحران هرگز رد نمیشه. تحریم محریم ها همه کشکن، مشکل اساسی ما اینه که فقط اقتصادیه، قیمت هاست، اینو باید مهار بکنیم. اینم
سیاسی میاسی من ندیدم. تمام جاهایی که من رفتم تا الان یادم این همین دور برای تهران، هر جا میری صحبت از قیمت هاست، میگن که این مسئولین ما بیکفایت هم بیلیاقت هم. خب اینا باید یه تصمیم بگیرن، ما میگارم بگیرن، از بزرگ و کوچیک گرفته همه جا صحبت از گرانیه و هستش، یعنی با درآمد اینها. ولی دوستایی که از خارج میان، به قول اون رفیق اصفهانیمون میگه شما از خارج میان پول میگیرین، شما ممکنه زیاد براتون اهمیت نداشته باشه، یکی دو ماه میمونید و حال میکنید و میرین. دوستان واقعا اگه میخواین بیان ایران بهترین موقع حال کردن. اتفاقا یه دوستی یکی از اسپانسرهای این برنامه بیژن سعد از دالاس با خانوادهش اینجاست. این البته زودتر از من اومده بودم، بردبیلم سر زدن، ما هنوز نتونستیم. حالا شاید بتونیم این هفته بیژن سعد رو ببینم و ببینم که از جاهایی که رفته چی تعریفایی برای ما میکنه. دوستان یکی دو تا از دوستا پیشنهاد کرده بودن که یه جا بگیریم که دوستانی که میخوان دوره هم باشیم و از نزدیک با هم آشنا بشیم بتونیم بیام چه کاری را در تهران انجام بدیم، و پیشنهاد خوبیه، ولی دلم میخواد نظر شما رو ببینم. آیا به اندازه کافی دوره بر تهران اینا هستن؟ کسانی برای من پیام بفرست که اصلا این کار خوبیه که ما یه جا بگیریم دوره هم باشیم یا کار خوبی نیست. اگر شما با من تماره تعداد دوستا زیاد باشه، من میتونم با دوستای خوب عزیز ما اینجا تماس بگیرم، یه جا بگیریم که دور هم باشیم و یه ملاقاتی با هم داشته باشیم که خیلی هم خوب بشه. ولی این بستگی داره که چقدر تعداد هستش و نظر شما دوستان چیه. خوشحال میشم بنده را در جریان بذاریم. آها دوستان، یه موضوع دیگه، خیلی از دوستان میگن که چرا برنامه زنده نمیذاری؟ این چیزایی که دوستان در استودیوی بازگشت میدیا در اختیار گذاشتن همین چی عالیه، ولی برنامه زنده وسطش فریز میشه. امتحانم کردیم، حالا باز دوستای خوب عزیز مهندس ما باز روش کار میکنن که اگر بتونیم، ولی تا زمانی که این کار نکنیم، اونایی که دوست دارن بیان تو برنامه حرف بزنن مثل گذشته، حالا میتونن برای من فایل صوتی بفرستن، من فایل صوتیشون رو تو برنامه پخش کنم، چون نمیخوام که اونا هم در این برنامه که همیشه دوست دارن شرکت کنن فقط شنونده باشن. شما دوستا از تهران یا هر جای دنیا میخواین تو برنامه صحبتی دارین، حرفی دارین، پیشنهادی دارین، میخواین که مسئله ایران حل کنید، اعتراضتون رو بگید، پیشنهادی برای دولت دارید یا برای مخلص و این برنامه، خلاصه هر چی دوست دارین، یه فایل صوتی بفرستین، مختصر، مفید و کوتاه. اتفاقا یه دوستی داریم، مزدک پیامی فرستاده از اعتراضات وحشتناک امریکا در مورد گرانی. حالا دفعه بعد اون رو براتون پخش میکنم به زبان انگلیسیه که اعتراض بر سر بالا رفتن بنزین. اصلا میدونم من، چون یعنی درد اونا رو میفهم، حالا براتون پخش میکنم. برای شما اگه فایل صوتی دوست دارین در برنامه شرکت کنید بفرستید، با کمال پخش میکنم. برای دوستان سپاسگزارم از اینکه تا الان با ما بودید، با ما در تماس باشید، پیشنهادات، نظرات، صحبتات، هر چی هست به من بگید، من در خدمت ما فعلا اینجا هستیم. بعضی دوستان میگه آقا چقدر میمونی؟ یکی از دوستان خوب عزیزی که باش صحبت میکردم چند وقت میشه گفتش که چند وقت میمونی؟ گفتم مگر من با ویزا وارد ایران شدم که وقتش رو تعیین کنم؟ من مالم کشورم، حالا تا اونجایی که میتونم، تا اونجایی که وقت هست و تا اونجایی که امکانات هست، ما فعلا در خدمتتون. هیچ تصمیمی گرفته نشده، همطور که گفتم با ویزا نیومدیم که نگران باشیم کی بیایم، که هر دوستی که از هر جای دنیا میخواد بیاد وطنش اینجا هستش. هر سوال چیزی هم دوستان دارید قبل از اینکه بیایید، ضمناً در مورد اون آپارتمانی که پرسیدن چی شد و دارم روش کار میکنم، امیدوارم حالا با بیژن سعد هم یه تماس خواهم گرفت ببینم نظر ایشون چیه، چون ایشون تو تهرانه. حالا به هر حال همه اینا چیزایی هستش که در آینده با شما صحبت خواهم کرد. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار شما باد.